امیدوار همه شما صبح و روز و شبتون بخیر. درود بر شما و درود بر بینندگان عزیز. اجازه بدید که متاسفانه روزی نیست که آدم بخواد با شما صحبت کنه و خبر خوش داشته باشه. مشکلات الانه بذارید نگاهی کنیم و بعد بگذاریم و ببینیم بدبختی ها چی هست و چرا کشور ما، چرا ایران و چرا تمام دنیا اومدن این جنگ دینی رو در دنیا پیش آوردن و بدترین انواع افراد رو به نمایندگی از اون دین آوردن و گذاشتن. به کجا خواهیم رفت؟ چی فکر میکرد که یک روزی جوانان ایران در کشورهای مختلف، در کشورهایی که تا حتی اگر در آزادی اون زمان بودند هیچ وقت اونجا مسافرتی به اون صورت نمی کردند، از قاره‌های آفریقا گرفته تا کشورهای عقب افتاده همه پناهنده دارن میشن. متاسفم که برنامه امروز رو باز هم با اون خبری که یک جوان 20 چند ساله در ترکیه با گاز خودکشی کرد، برای بار دوم. بار اول خودکشی کرد و نجاتش دادن، بار دوم نامه گذاشت که من دیگه این زندگی رو نمیتونم تحمل کنم. آقایون آیت الله های اسلامی، نمیدونم، کلاه که ندارید، عمامتون رو بالا بندازید و ببینید چی کردید با این مملکت. آقای خامنه‌ای، امیدوارم قبل از اینکه به اون دنیا بری و در جهنم خدای بزرگ، اگر خدایی هست که شما همه داریم قبول میکنیم یک خدای یکتا هست، اگر خدای بزرگ از بخواد از جنایاتت بگذره، فکر میکنم دیگه عدالتی در درگاهمون خدا وجود نخواهد داشت. ولی من آرزو میکنم قبل از اینکه بری به دادگاه های بین المللی و به جاهایی بری و نه اینکه تو رو مثل اونهایی که قبلا بمب گذاشتن نمیدونم کیو کشتن، اصلا این چیزها رو هیچ کدوم از ما نمیخواد. باید برای ملت ما جوابگو باشید. شما دارید به بهانه های دین در تمام دنیا آتش به پا میکنید و چپاولگر تمام هستی و مال بدبخت بیچاره ها و یتیما هستید و ببینید جوانان ایران دارن از دختر و پسر به چه وضعی افتادن. این بود حکومت آزادی و دموکراسی و اسلام که خمینی برای شما جا گذاشت. آیا خجالت نمی کشید که هنوز هم به اسم پیامبران و خدایان ایران و دنیا دارید به مردم ایران چه ظلمی می کنید و دروغهایی می گید و فکر می کنید همه دنیا احمقن، همه نشستند و می خندن و تمام تولید می کنید که فقط زندگی کشتن افرادی است که به نوع شما تفکر نمی کنند. آیا چگونه این دنیای وحشی و بدون هیچ مسئولیتی گذاشته که 34 سال شما بمونید؟ لعنت به این نفتو که همه ملت ما رو بدبخت کرد. کاش ما هیچی نداشتیم و فقط ما میتونستیم غذا و آنچه که در خاکمون میتونستیم تولید کنیم که تا این کشورها همیشه به بدبختی ما رو دوچار نکنن. این گفتمان اول روزه و متاسفانه هر روز خبر بدتر و بدتری میشنویم. اما برسیم برای خبرهای کوتاهی که باید بهتون بگیم قبل از اینکه بریم و با شما صحبت کنیم و افرادی که میخوام با ما الان صحبت کنن. امروز ما هم گذاشتیم آقای توفیقی که جواب سوالای شما میده. خواهش میکنم اگر سوالی دارید، نظری دارید، کوتاه بگید. آنچه که ما صحبت داریم میکنیم امروز و میخوایم راجعش صحبت کنیم، نظر شما رو میبینیم. آیا اصلا شما هیچ کدوم فکر میکنید و میتونید با تفکری که دارید، من دلم میخواد تفکرهای مختلف بیان، راه چاره چیست؟ بعد 34 سال مگر نفهمیدید که تک تک شما با ایدئولوژی تکیتون هیچ وقت نمیتونید در مقابل کشوری که اون همه پول و نفت داره و جنایت رو اصلا براش اهمیت نداره. ببینید دنیا، ببینید چند تا از کشورها هستن نزدیک ایران نمیان و ملت ایران با چه بدبختی دارن زندگی میکنن. ولی این حکومت ولکن نیست و شما هم همه تیک پاره هر کدومتون دارید یه حرفی میزنید و همشون صحبت از آزادی و دموکراسی برای همتون میکنید و همتون دارید بعقیده من حرف میزنید و عمل نمیکنید. من کمتر از اونم به شما لغتی بگم که ناراحتتون کنه، ولی
آخه شما مهم نیست تفکرتون چیه، ولی واقعا شما هم مثل آخوندا دیگه ایران براتون مهم نیست؟ این سخن امروزه و امیدوارم چه راه حلی پیدا بشه. من نمیدونم آقای توفیقی من چه بدبختی گریبان شویی شده، ولکنم نیستم، یعنی تمام این افرادی که در بیرون هستن، تمام گروه های سیاسی هیچ کدومشون فکر این نیستن که آقا حرفاشون رو برای خارجی ها خیلی قشنگ میزنن، لابیشون رو قشنگ میکنن، هر کسی میره اونجا از مجاهد گرفته تا چپ و تا پادشاهی جمهوری یه چیز میگن. بله. ما میخوایم کشورمون آزاد بشه. بله. ما میخوایم ملتمون آزادانه رأی بدن و ما میخوایم همه حقوقش داشته باشن. مردم دنیا و دولت ها نگاه میکنن میخندن، میگن اگه شما اینو میخواید پس چرا همتون تیکه تیکه شدید، چرا تو سر هم میزنید؟ درست. آقا شما چپی اون راسته، ولی شما هر دو تاتون میخواییم هم چپ راست باشه آزاد باشه هم راست، پس چرا تو سر هم میزنید؟ چرا پیانار هم نمیستید؟ ولی مقصر چیه؟ منو ببخشید، مقصر ماها هستیم و مقصر تمام گروه های سیاسی هستن که با خودخواهی نمیان بگن آقا چی میخوان و نوع حکومت. اگر واقعا راست میگن و میخوان آزادی وجود داشته باشه، دین جدا باشه، برای اینکه باز هم یه گروه تند رو نیان، چه بدبختی و چه بیماری دارن که کنار هم دیگه نمیسن. این مشکلی است که ما هنوز نتونستیم حل کنیم، هیچ کس هم جوابگو نیست. نه دیگه آقای زیاد، ببینید الان اشاره کردید واقعیت ها رو باید با مردم دیگه در میان نهاد. شما همین گروه های مختلف اپوزیسیون مخالفین جمهوری اسلامی رو شما مقایسه بکنید، خب تعداد بیشمارشون میان روی سایت ها نسبت به همدیگه با مقالایی که می نویسن اظهار نظر می کنن یا پاسخ همدیگر می دن، همشون هم که شما گفتید معتقدن که آقا ایران باید آزاد بشه، در ایران باید یک حکومت سکولار بیاد، جدایی دین از دولت. ولی متاسفانه بخشی از اینها طرفداری از یک حکومتی می کنن که این حکومت نه اینکه مخفیانه بخواد بگه، علنا این حکومت اعلام میکنه آقا قوانین من قوانین شرع و شریعت، من بر اساس این حرکت میکنم. حتی همین هیاهویی که شده، خوشبینی هایی که شده، خب طبیعی آقای زیاد، کشورهایی که منافعشون ایجاب میکنه باید سعی کنن که اظهار خوشحالی کنن از این که حسن روحانی شده رئیس جمهور. معلومه که بریتانیا، آقای کامرون، اینا باید نامه بنویسن و بعد روسیه باید احساس شادی بکنه، به دلیل اینکه هنوز اونجا منابعی است که اینا میتونن استفاده کنن. ولی روی سخن ما با خود هموطنان ماست، به خصوص ایرانیانی که در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک دارن زندگی میکنن، دنیای آزاد رو شناختن. عجیبه که اینها توجهی نمیکنن که آقا چگونه این جوانهای ایرانی از اون مملکت بیان بیرون، بچه 23 ساله یا اونایی که رفتن طرف مالزی تو اون دریا غرق شدن، تعداد اینها، آیا اینها رو شما نمیبینید؟ هنوز روی اون دایره حرکت میکنن که به نظر من بخشی از عوامل جمهوری اسلامی نفوذ کرده آقای جان، خط و مشی رو اونا تعیین میکنن و ما متاسفانه دور یک دایره باطل داریم میگردیم. اینم بگم حرفم تموم کنم، شما یادتونه زمانی که این دادگاه مکنوس شکل گرفت، تشکیل شد، جمهوری اسلامی محکوم شد، سران جمهوری اسلامی که این عملیات تروریستی دولتی بوده، خب کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران فراخواندن. جمهوری اسلامی دید آقا این خلای بزرگی ایجاد شده، در جهان منزویه، یک مانور حسابی کرد با آوردن خاتمی. بعد دیدید دوباره این سفرها برگشتن به ایران، آخریش هم سفیر آلمان بوده. الان هم همینه، الان شما نگاه میکنید باز اینا یک سناریوی جدیدی پیاده کردن، یه 55 نفر میان نامه می‌نویسن به آقای اوباما که عجیبه، دختر هاشمی رفسنجانی هم به عنوان نماینده سابق نمیدونم امور ورزش زنان. آخه من نمیدونم این دختر آقای رفسنجانی نمیدونه که باباش چیکاره بوده، هنوز چیکاره است. آیا اینا واقعا میتونن ادعا بکنن نماینده واقعی توده های محروم ایرانن؟ آقای اوباما نامه رو میخونه میگه 55 نفر، بعدا نوشتن زندانیان سیاسی. آقا شما بسیار از اینا که الان اسامیشون اونجاست آقا زیاد، جزو کسانی بودن که در هیئت دولت حضور داشتن، یعنی مستر کار بودن. این زندانیان بدبخت و بینوایی که فقط گناهشون آزادی خواهی وطن پرستی بوده، هیچ که به داد اونا نمیرسه، اونا انگار فراموش شدن. فقط زندانیانی که از این گروه سبسا آمدن و طرفداران کروبی و موسوی هستن، انگار فقط اینا حق حقوق دارن، حقوق بشر باید در مورد اینا اجرا بشه، ولی بقیه اصلا و ابدا. ببین این قضایای آقای ضیا خیلی پیچیده است، راست میگین،
من نمیدونم این دوستان ما، این عزیزان ما، طرف آقا تو جمهوری اسلامی بوده، کار کرده، خیلی خوب پشیمان شدی، نادمی، حالا اومدی داری مقاله مینویسی. آخه باید سعی کنید که همدیگر بپذیرید. مگر میشه آدم شعار کثرت گرایی بده، دموکراسی بده، اما ببخشید به همدیگه بدبین باشه، از همدیگه فرار کنه، اون رو متهم بکنه که آقا تو سلطنت طلبی، تو مشروط خواهی، تو نمیدونم کمونیستی. خب جمهوری اسلامی قشنگ داره بازی رو اداره میکنه. به نظر من مهرهای جمهوری اسلامی در درون ایرانیان ببخشید مخالف کاملا نفوذ کردن و این مشکل اساسی خارج از کشور، این باید ابتدا حل بشه. آقای سیاه، متاسفانه بهتون میگم که ما در اینجا فرهنگ خودمون رو در هر چیزی باید آدم واقعا منصفانه آقای توفیقی باید اینا رو گفت. اینی که ما همه این اخلاق بد ما ایرانی ها که اشکالاتمون رو نمیگیم و روش یک خاک میریزیم، همین کار رو کردیم، 50-60 سال این کار رو کردیم و این آتش سوزنده‌ای که زیر خاکستر بود خود ما گاهی وقتا بهش هوا دادیم و دولت سابق و همه ملت‌ها به عنوانی که باور داشتن که ما آدمای مسلمانی هستیم و این طوریه اون طوریه و بعد به این بدبختی دچار شدیم. ولی نگاه کنید، من متاسفانه ببینید الان یه عکسی رو رو فیسبوک بعد بهتون نشون میدم. بچه‌هایی که رو فیسبوک الان تصویر ما رو روی میز دارن میتونن با ما تماس بگیرن. ولی نگاه کنید اینهایی که الان شما تو فیسبوک دارید میبینید، عکس این خاقایی رو که داره دست اولیا حضرت رو میپوشه، فکر میکنید چیه؟ این آقا احمد جنتی عطایی و بقیه آخوندار رو نگاه کنید. نگاه کنید اینا همونهایی بودن که دستبوس بودن و تا فرصت بیشون اومد رنگ عوض کردن و حالا هر چی دلشون میخواد میگن. یک نفرم نیستن اونجا بگه آقا شما اگر الانه کسی در آدمای عادی پیدا کنی که عکسش اینا پیدا کنن که مثلا دست مثلا اولیا حضرت یا شاه رو بوسیدن، پدری از اینا در میارن به جایی میرسوننش که به اعدام و شکنجه و اینا باشه، بعد خودشون این آقایون با این عماماش قیافه رو نگاه کنید ببینید آخه اینا همشون در این حالت بودن و چه کار باید کرد؟ به من بگید چه باید کرد در این دورویی و ریایی که در اینجا توی مملکت ما پایه‌گذارش همه هستیم، هیچ کدومون نیست. بعضیا به ما عقب افتادیم، اون یعنی که هر کسی بلند میشه از ایران میاد و چهار جا یه چیزی می‌نویسه، پیش خودش فکر می‌کنه تمام دنیا برای خودش دکون باز می‌کنه که بشه فکر می‌کنه شخصیت سیاسی میشه. بعدش هم تو همه تلویزیون‌ها و مدیا که رفته همه دارن میگن این آقا هر جا میره خودشو میذاره، تا عکسش دارن در روبروی خود فدرال بیلدینگ ایشون روبروش میشده و خودش قاطی نمیشده برای که جز همین میانه روهای آقای خاتمی و اینا بوده. حالا در اینجا اومده چهرهش رو عوض میکنه مثل خیلی ها که نماینده و جمهوری اسلامی هم و تا جاسوس جمهوری اسلامی هم. فکر کن اینا میان پرچم شیرخورشید نمیذارن، میذارن پرچم جمهوری اسلامی میان جلو ما حرف میذارن. نه ولی کارا چی؟ کارا اینه که بعضی ها اصلا به مردم اجازه نمیدن، تو آمریکا به مردم اجازه نمیدن هر چی دلشون میخواد بیارن بیرون. بعضی ها تا حتی میان جشنهای ملی ما رو که میگیرن به کسای دیگه میگن حق ندارید شما پرچم شیرخورشید بیارید و بعد هم سازمانشون اینجاست، هم تلویزیونش اینجاست، هم برنامه‌اش اینجاست و ما بی غیرت‌ها در این کشوری که کشوری است که ما آواره شدیم و هممون مجبور شدیم، نه که دلخواهمون، مجبور شدیم بهترین جا رو هر کی دستش رسید توی دنیا بعد از کشورش پیدا کنه. ما تو آمریکا رو دوست داشتیم پیدا کردیم، بعضیا میاد نمیتونن میرن تو آفریقا. ولی نگاه کنید، آیا معذرت می‌خوام منو، خواهش میکنم از من متنفر باشید ولی به حرفم گوش کنید، آیا غیرت ندارید شما که توی مملکتی که آزاده و تا حتی کمونیستای آمریکایی، سیاه‌پوستای تندروی آمریکایی که اصلا مثل گروه‌های نه که همه سیاه‌پوستا ولی این گروهی که از زمان گذشته هنوز برای خود شمشیر میبره فلان میکنه تو خیابونا راحت میتونه بذاره، ولی شماها جرأت ندارید مردم رو به یک سفر به ایران میفروشید، زندانیایی که اونجا شکنجه میشن شما چشمتون رو هم میذارید. آیا واقعا یک روزی که تو بیمارستان افتادید یا نفس آخر میکشید چی خواهید کرد؟
اگر خدا جهنم بهشتی باشه، فکر میکنید خدا خواهد گفت که شما انسان‌های خوبی هستید برای که فکر خودتونی خودتون خوردید و بردید و با جمهوری اسلامی ساختید و حالا راحت باشی و بعد توی زندان بچه‌ها و دخترها و پسراتونو، یا پسرای شما نه و پسرای دیگران یا دخترای دیگران، کدوم پدری میتونه تحمل کنه که پسر و پدرش رو، پسر و دخترش رو شکنجه کنن، بهش تجاوز کنن؟ شما بچه ندارید هیچ کدومتون؟ چه کار دارید میکنید؟ همتون به بهانه این که من میرم ایران، عمم ایرانه، جمهوری اسلامی اگه همتون کار بکنه چه کار باید بکنه؟ عمه و خاله و ننه و بابای شما رو همه رو جمع میکنه 70 میلیون میکنه تو زندان؟ نه قربونتون برن. جمهوری اسلامی برای چی این کاری کرد؟ مگه آقای توفیقی شما درست دارید میگی؟ اینا با سیاست قشنگ اومدن و هر کسی رو جدا کردن، تا حتی بعضی رو برای یه مدت پول میدن که بیاد جدایی رو درست کنه، بعدش هم که استفاده کردن میندازنش آشغال بیرون. اینا همه این کارشون اینه. ولی ما چه کار میکنیم در اینجا؟ نگاه کنید به همه چیزو، از میدیامون گرفته تا احزابمون گرفته تا حقوق بشر، 300 هزار تا حقوق بشر در دنیا درست کردیم، هر کسی برای خوشک پول خوشه در بیاره. دکون که باز کردن دیگه آقای زیاد، و هیچ کدوم از اینها نمیان پیش خودشو فهم کنن. اگر در یک تلویزیونی بحث سیاسی باشه ما نمیریم، چون حقوق بشریه. اگه یک تلویزیون صبح تا شب حقوق بشر بگه ولی خبر بگه یا بحثی بکنه، نه نمیریم. پس شما آقا خودتون پایه گذار دالاخ دروغ و مسخره بازی ها هستی. اگر یک تلویزیون باید همه چی داشته باشه، من نمیگم باید صبح تا شب فوش بده یا گریه کنه ناراحت کنه، نه، ولی اقلا یک برنامه‌ای باشه که به مردم راست بگه و بعدش هم برای خودش برنامه سرگرمی برای بیننده‌اش داشته باشه. ولی شما چه کار کردید با ما؟ همه کسانی، ما اصلا آدمایی هستیم که چشم و گوشمون رو می‌بندیم و بی چشم و رو هستیم، همه هیچ کدومون نگاه نمی‌کنیم که چه انسانی برای چیزی که ما الان ازش استفاده میکنیم قدم گذاشت و جانش و ارثش و مالش رو گذاشت که ما الان بتونیم تو دنیا حرفمون رو بزنیم. نه، هر کی میاد میگه من دیگه اولم. و شما مردم هم تو دهن من و اون نمیزنید که آقا چی داری ادعای بی خود میکنی؟ ما که شاهد بودیم هنوز هم مردیم. و چرا این همه تیکی تیکی کردید مردم؟ چرا به جون هم افتادید؟ چرا شما میدیاها و احزاب نتونستی در مقابل یک حکومت که همه تون مورد ستم وارد شدی با هم یکی باشی؟ آقا یکی که روزون نداره. من میدونم اکثر تلویزیون ها برای که خودشون مدیرا و رئیس هاشو بتونن زندگیشون رو اداره کنن حاضر نیستن کنار بشن، همش هم میگن نمیشه. چرا؟ چرا نمیتونی؟ شما که هیچ کدوم تو هیچی نمیتونی با هم بدیم. ما تکیه ما هیچ کدوم نمیتونه بده. اون تلویزیونی که میگه من پول دارم و فلانم به امانم، از صبح تا شب چی کار میکنن؟ نگاه کنید برنامه‌شون، این همه پول خرج کردن، این همه پول میدن، حالا نمیدونم استودیوی جدید میخرن فلان میکنن، ولی کجا رفتید؟ چه کار کردید؟ چه چیزی بهتری دارید که پارسال نمیدادید؟ ما همش داریم عقب میرسیم، در جا میزنیم و همش به جون هم افتادیم. امروز یکی از یاران انای تی وی توی برنامه خانم نلی میگفتن و این مرد واقعا عاشق ایرانه، تنهاست و تو خونه است و مثل من و بقیه منتظره که یه معجزه‌ای بشه حداقل روزهای آخر ایرانشو ببینه. تعداد این افراد کم نیستن. اینا بدبختان هم میتونن فعالیت بکنن، تو خیابون بیان و جوانا رو قاطی کردن بردن برای هر کدومش برای یه طرف دیگه، هر کدومش یه سرگرمی درست کردن. و تا حتی برای حقوق بشر هم میگم هیچ کدوم کاری نمیکنن. یکی دو تا سازمان ممکنه وجود داشته باشه یه کارهایی انجام میده، ولی اونم باید بدبخت چون این بودجه‌ای که گذاشتن هی تقسیم میکنن. این پرومیانی شرکت های آمریکایی جای دیگه که میری تو وقتی نان پروفیت بشه پول بگیری، به همه که نمیتونن پول بدن. هر کسی نگاه میکنه میگه مثلا اگر خیلی خوب بهم بده امسال میام میریم چیکار میکنیم. ولی چیکار کردی شما در چند سال گذشته که پول گرفتی؟ چیکار کردی؟ همتونم که من راجع به تلویزیون دیگه، ولی در انای تیوی که همیشه صحبت از هیومن رایت بوده تمام صبح، نه به زبانهای فارسی، تا حتی ما از هر کشوری راجع به انسانهای روی زمین ظلم بهش میشه میذاریم. ولی میخوام ببینم آیا تمام این گروه های سیاسی هنوز به جایی نرسیدن؟ چرا شورای ملی ما
نتونسته تا حالا برای خودش قدرتی بشه. چرا همتون رو درواسی دارید و اشتباهاتو نمیگید؟ نه دشمنی کنید، نه مخالفت. کاری کنید اگر اشکالی درش هست برطرف بشه. کاری کنید تمام گروه ها توش بیان. الکی بی خود نکنید. شما آقا جون یه چیزی نگاه کنید، شما اگر فردا 100 جا بنویسید، نمیدونم آقای توفیقی یا مثلا من، حالا آقای توفیقی رو اذیتش نکنید، مثلا ضیاء آتابای فلان فلان، فوری این 100 نفره که اینطوری هی قربون صدقه زنده باد این زنده باد اون، فردا پدر اونو در میارن، پدر منو در میارن، چون جمهوری اسلامی در بین شما هست. ولی قربون صدقه رفتن رضا پهلوی تنها که کافی نیست. قربون رفتن و آوردن عکسایی که گذاشتن مگر همه نمیدونید؟ ولی بعد از 32 سال ما داریم میگیم که آقا این آقای آخوندی که داره دست میبوسه الان داره آدم میکشه و فوش خوار مادر به خانواده پرویده، خودش دستشو میبوسی برای اینکه در اونجا داشت پول میگرفت باز از اوقاف و اینا. همه اینا مفخورای اوقاف بودن، زمین بگی پول بده فلان کن به اینجا و به اونجا، مگه نبود؟ این هستی. حالا به جای میرسیم که تا حتی در برج ایفل پاریس همین الان هست، حالا بذار معلوم میشه دیگه، نگاه کنید به این کلیپ و نگاه کنید برج ایفل پاریس رو الان مشکوک به بمبگذاریه دیگه، کجا رو میخواد تروریستا نرن؟ آقا اینو فرانسوی ها دستتون درد نکنه، گود جاب خمینی رو آورد. And we came out and everybody was wondering, well, do we get our money back? Can we still go up? And they said, no, we're bringing everybody down. There's something wrong. And we asked, well, what? Can we go to the other side and go up the other tower? And we were told no. And then when we came out a little further, there were police there and pulling like a tape along and telling everybody, move back, move back, move back. There was a scare tonight at one of the world's most famous landmarks. The Eiffel Tower in Paris was evacuated after someone phoned in a bomb threat. 2,000 people were cleared out while police checked the tower. Later across town, a metro station was evacuated because of a second bomb threat, but no devices were found at either location. خوشبختانه هنوز چیزی پیدا نشده که بمبی مومی باشه، ولی به نگاه کنید خود پاریس چیکار کردن. یواش یواش کارهایی که اینا میکنن این است که هیچ کسی در هیچ جای دنیا نتونه راحت زندگی کنه. و شما همتون سیاستمدارایی که در دنیا هستید، کشورهای مختلف، اون نقشه‌ای که داشتید برای تغییر دادن و رو کردن همه کثافتکاری‌ها، خرجشو ملت‌ها میدن. ملت آمریکا به این به چه روزی افتاده؟ دروغ‌هایی که تمام سیاستمدارا و قولایی که دادن به کجا رسیده؟ الان آمریکایی که یک زمان کسی انگشتش نمیتونست بر علیهش بلند کنه، ببین چطور شده که هرچی آشغال کله است تو دنیا برای خودش شعار میده بر علیه آمریکا، بر علیه آمریکا کار میکنه. وای به حال ملت ما که متاسفانه هر زمانی که صحبت کرد که دیگه نمیشونه فراموش یا به قدرتی رسیده بود زیر پاشو خالی کردن. ولی نگاه کنید، همه رو مقایسه کنید، خواهش میکنم ببینید کیا مقصر بودن. و شما، با شما جوونا هستن، اشتباهات نسل منو نکنید. مهم نیست، من باورم بر این همه ما مثل انسانهای آزاد باید زندگی کنیم. آقای توفیقی، من به دلیل اینی که مادرم با مسلمون بود مسلمون نشدم، من به خاطر که پدرم بهایی بود بهایی نشدم. و من باورم بر اینی که همه ادیان اگر واقعا برای آزادی ملت ها باشن، هر کسی به هر چیزی میتونه ایمان داشته باشه برای اون دنیاش، ولی هیچ کس نمیتونه انسان های دیگر رو تحت فشار قرار بده به خاطر زبان، به خاطر دین. آقای زیا، ما متاسفانه اونچه خود داشتیم به بخشی رها کردیم و اسیر این سیاست های استعماری شدیم. الان شما مطلبی که اشاره کردید راجع به انتخاب مثلا باور، خب وقتی نگاه میکنیم به تاریخ خود ما، تعریف نیست، باز نگیم ما نمیدم اینه داشتیم، اولین سرزمینی که تسامح درش به کار میره مملکت ما بود در ایران باستان. شما نگاه بکنید انواع و اقسام باورها بودن. وقتی همین کوروش کبیر که امروز مورد احترام جهانیانه، وقتی بابل رو فتح میکنه، خودش میره به مرکز به اصطلاح مذهبی اونا، یعنی تا این اندازه احترام میگذاشته. بعدم
خب معلومه نوشته شده، اینا دیگه سند، بنده نمیگم که میگید ایرانی هستین آقا این نمیدونم باز دارید از گذشته، نه ما از زمانی آقا زیاد گرفتار شدیم که خیلی روز میخوام به قول شاعر بزرگمون مرد بیگانه نانآور خانه شد، زمانی که تازی ها تونستن با دروغ با نیرنگ با همین شعارهایی که الان هم میدن اون موقع هم میدادن دیگه، و بعد تحریف تاریخ هم کردن برای اینکه جوانهای ما رو گمراه کنن، گفتن آقا این اسلامی که آمد همه ایرانی ها رفتن به استقبال قوای عرب. خب یکی از این بچه ها همون زمان ها سوال نکرد خیلی خوب اگر ایرانی ها با دل و جان به پیشوازش رفتن پس این مقاومت ها بر چی بوده؟ پس در تبرستان مازیار بر چی اومد؟ بس بابک خرمدیر چرا در آذربایجان بر علیه اینا می جنگید؟ هر جا اینا می رفتن با مقاومت ایرانی ها مواجه می شدن. منتها این خرافات رو آنچنان در مملکت ما نادینه کردن، حتی عذر می خوام خیلی عذر خوام با همه علاقه ای که من دارم، خب نمی شد در اون شرایط. تنها شخصیتی که بعد از قاجار واقعا مملکت خواست خانه تکانی داد رضا شاه کبیر بود. این رضا شاه بود که درد رو شناس آقای ضیا، فهمید که آقا ما تا زمانی که به باور ملی خودمون تکیه نکنیم، تا زمانی که به خصوصیات ایرانی خودمون برنگردیم، ما اسیر این خرافاتیم. مگه اون موقع نبود آقای ضیا؟ بنده خودم خیلی کوچولو بودم یادمه، مکتب خونه بود، ملاها میزدن، ما بچهای کوچولو بودیم، ما 4-5 سالم ولی تو خاطر آدم میمونه. حالا شما نگاه بکنید یه آدمی میاد، خب آقا میخواسته ایران دوباره بلند شه، بیدار بشه، کدام یک از این سران کشورها در دوران زمامداریشون آقا زیا اشتباه نکردن؟ ببخشید همین ایالات متحده آمریکا با توجه به امروز نمان میکنه رئیس جمهورا بعدن خودشون اعتراف میکنن. آقا ببینید در چه شرایطی یه آدم میاد، شرایط زمانی مکانی و بعد دنیا چگونه بوده. های بعضی از این رفقای چپ میگن بله رضا شاه این خدماتش عالی بوده، ولی آقا اصلا دموکراسی، آقا شما به من بگید ببینم در کدام یکی از این کشورهای دوران رضا شاه در ایتالیا دموکراسی بوده؟ آیا موسولینی دموکرات بوده؟ جای دیگه آیا آلمان دموکراتیک بوده؟ یه هیتلری ظهور میکنه این همین جمهوری اسلامی شعارهای آبدار میده مردم آلمان هم همه میره ما اکثریت و اگه رفتن استقبال کردن مگه تشخیصشون درسته؟ مگه هیتلر ملت آلمان تایید کردن؟ یک واقعیته. خب حالا یک تعداد بیشماری از ایرانی ها آقای به این امر واقف شدن که آقا اگر رفتن سراغ خمینی اشتباه محض کردن، اون موقع قوه تشخیصشون این بوده، حالا نادمن، حالا پشیمانن. ولی عجیبه که در خارج از کشور باید اینو توجه بکنیم آقای ضیا، ما اگر ایرانی هستیم، اگر آزادی خواهیم، به قول شما یه مجمعی درست بشه، حالا اسم شورا باشه، آقا دیگه این بازی ها چیه؟ سکولارهای سبز، نمیدونم سکولارهای بنفش، آخ اینا جمهوری اسلامی از خداشه که دائما ما اسیر این واژه ها بشیم و اون بتونه برنامه‌های خودش رو پیاده کنه. روز نخست اینا گفتن اینا از اتحاد ایرانیان خارج از کشور وحشت دارن. یادمون باشه ما گروهی داریم آقا قابل احترامه، اگر شما با سیاست سرانشون مخالف هستید نمیشه که این بچه های مجاهد هوادار شده آدم میگه ایرانی نیستن، اینا بچه های ایران هم باید شما خیلی راحت با اینا صحبت کنید، اینا هم باید حضور داشته باشن. بچه های علاقمند به گروه های چپ، خب اون سرانشون، اون سران حزب توده تکلیفش روشنه. این بحث نمیدونم 28 مرداد و مصدق خوب بوده و آقا مصدق و محمد رضا شاه به تاریخ ببسن، تاریخ قضاوت خواهد کرد. شما هیزم این آتیشو شعله برتر نکنی، شما منظور هموطنان شریف خود منه، بالو پر ندید یه آدمی بیاد تصور بکنه که با حمله کردن مثلا به رضا شاه، محمد رضا شاه و تعریف و تمجید کردن از مصدق میتونه جایگاه مردمی پیدا کنه. به خدا اینطور نیست، یک واقعیت. این به سود نظام مولاتاریاست. جمهوری اسلامی میگه آقا شما به منم فوش بدید. اینه بگم هم تموم کنم حرفمو. قدیمی آقای زیاد تعریف میکردن، میگفتن که مثلا میرفتن یک روزخانی در یک مسجدی، میدن یه آخوندی آمده از دوله بریتانیا تعریف و تمجید میکنه، بعد که منبر میاده پایین نوبت آخوند بعدی بوده دیگه، آخوند بعدی بهش گفته به تو چقدر پول میدن که اینقدر تعریف میکنی؟ مثلا گفته من هر جلسه مثلا 500 تومن به من میدن.
گفته خاک بر سرت، هر جلسه به من 2000 تومان میدن که فوششون بدم. حالا حکایت بعضی از این دوستان شریف ماست. آقا جمهوری اسلامی تغذیه میکنه، تغذیه مالی اینا رو پشتیبانی هم میکنه، میگه عیبی نداره، به اسلام هم بتازید، به خامنه‌ای هم بتازید، به امام چارت بگید، ولی هدف این باشه. چرا؟ برای اینکه کار مثبت انجام نپذیره. تمام کوشش نظام ملاتاری اینه که در اینجا من و تو آقای زیا ما نشیم. این آخرین حرف منه. تا زمانی که ما به خودمون نیاییم و توجه نکنیم، همه این چیزا برای ایران عالیه، ولی اولین حرکت اینه که من تو رو قبول کنم، تو من باور داشته باشی، با عقیده منم اصلا کاری نشته باش. هدف مشترکه، دشمن مشترک هممون داریم، دشمن مشترک نظام ولایت فقیه و قانون اساسی نظام ولایت فقیه. تا این قانون اساسی برچیده نشه، قانون اساسی مدر نوشته نشه، متضمن این باشه که تمام موارد اون حقوق بشری که دوستان برش زیر میزنن همش باید ذکر شده، چون خود ما داشتیم حقوق بشر اصلا برخواسته از سرزمین ایرانه. منشور آزادی کوروش آوردن توی امریکا، تو واشنگتن هم بردن، همه جای دنیا مردم روشن جهان رفتن دیدن. متاسفانه این خود ما ایرانی هستیم که علاقه نشون نمیدیم. الان شما درست گفتید یارم، یا آقا من سالی دوبار میرم ایران، آخه میدونید من نمیتونم حضور داشته باشم. آقا در چی اومدی میگه آقا زندانی سیاسی بر چی شکنجه میکنید؟ برای آزادی زندانی سیاسی آقا میترسه، خانم میترسه، چون میره عمه جانش میبینه، چون سالی دو بار سفر میکنه به ایران. خب جمهوری اسلامی هم خیلی راحت این آمار نگه میداره، به سازمان ملل میده، نگاه بکنید این امسال 2000 تا اونایی که پناهنده تا بودن از کشورهای اروپایی آمدن، از ایران دیدن کردن. چی میگه ما نظامی هستیم ضد آزادی؟ خب این آمار نشون میده دیگه. من یادمه وقتی با زندیات صحبت میکردیم در رادیو 24 ساعته، بعدها همین آقای ولایتی که اون زمان وزیر امور خارجه بوده، مرحوم فروهر هاست، سخنان آقای فروهر برده اون سازمان ملل، گفته بود شما یک کشور به من نشان بدید که در درونش مخالفینش به این راحتی بتونن با رسانه های خارج صحبت کنن. خب این غربیان نگاه میکنم میگن راست میگه، این مخالف این سیستمه، مخالف این حکومت، مخالف این دولت، اما داره انتقادش هم میکنه، داره حرفش هم میزنه. یعنی جمهوری اسلامی شگردهایی به کار میبره که اون سرش ناپیداست. بلافاصله آقای زیاد ببخشید، وقتی این ان آی تی وی آمد که ایران رفت برای این خصوصین بار، این تلویزیون ان آی تی وی بود که در ایران تصویرش و صداش هم دیده شد هم شنیده شد دیگه، یک قوقایی به پا شد، یک امیدی در دل مردم مبارز آزادی‌خواه و نسل جوان ما روشن شد. جمهوری اسلامی احساس خطر کرد، دید ان آی تی وی که نمیتونه بخره. حتما خود شما تا الان نگفتید، شاید هم گفتید، خیلی تلاش کرد که یک جور ان آی تی وی بیاره به راستای اهداف سیاسی خودش. وقتی دید ناکام میشه، اون وقت چیکار کرد؟ شروع کرد ضربه زدن. آدماشو یک جوری خرید، برد ان آی تی وی رو در واقع خالیش کرد. بعد خودش اومد تشکیلاتش را انداخت، تلویزیون های متعدد درست کرد. یک نفر از این بیننده های ارجمند از خودش سوال نمی کنی آقا شما کارتون داداش یه چیز دیگه است. من یه دفعه اینو گفتم آقا شمشیر که گردن منو بزنه، گفتم آقا فلانی مثلا در کاناداست، شغلش هم چیزی دیگه است. اگر در لس آنجلس بود میگفتم بله، ایشون اومده برای شغل خودش، برای اینکه بتونه بیزینس خودش به قول اینجا یا تبلیغ کنه. آخه یه آدمی که کانادا سرمایه گذاری میکنه تو لس آنجلس، بعد دوستان و همکاران ما دوان دوان مسابقه میذارن، میرن بیعت باش میکنن، نتیجش همین میشه آقای زیا. همکاران خودم میگم، حرفه‌ای ها رو میگم که خب یه دم حرفه‌ای نیستن، اصلا رسانه رو نمیشناسن، با اون اصلا ما کاری نداریم. اینجاست که ما بازی رو میبازیم. بعد مردم عادی هم میگن آقا عجب تلویزیونیه. بله دقیقا سیاست جمهوری اسلامیه. بعد مهره هایی که مورد احترام مردمن اینا رو بیارن اونجا خرابشون کنن. به نظر من شاهزاده رضا پهلوی خب شخصیتیه که واقعا جوان ها دوستش دارن، هیچ گونه خبط و خطایی هم نکرده، در سنی هم نبوده که در مملکت شاغل باشه، گناهی کرده باشه. با این ندارن ازش اصلا، واقعا ندارن. از اول هم گفته آقا حالا من هدفم اینه که تلاش کنم در کنار هموطنانم باشم و بتونم در مجامع بین‌المللی، چون همه ایرانی‌ها که نمیتونن دستشون نمیرسه، ولی ایشون دعوت میکنن برم
گرفتاری های مردم ایران رو، مصیبت هایی که بر سر مردم میاد بازگو کنم. آقا دیدید چه علمشنگه ای به پا کردن عوامل جمهوری اسلامی؟ به نظر من، به نظر من این شورا بخشش نفوذی بودن و آمدن که این چهره موجه رو، این چهره ای که قابل احترام هنوز هم هست، خدشه‌دارش کنن. امیدوارم که از من طرفداران شاهزاده دلخور نشن. خود من همواره طرفدار ایشون بودم، همیشه صحبت‌هاتون رو تایید کردم، ولی دلم میسوزه. ما دیگه، من و شما در سنی نیستیم که بخوایم بریم در ایران شغلی داشته باشیم. آرزوی ما اینه که آقا این جوان‌ها، این جوان‌ها، این نسل آینده ساز، این بچه‌های گل ایران، این دختران پسران که این گونه خطر می‌کنن، آقا ندا و سهراب کم نیستن، هزاران ندا و سهراب در ایرانن، اینا بتونن آینده روشنی داشته باشن. ما هم اونچه که تجربه کردیم در اختیار اینا بگذاریم، ما هم بتونیم یک روزی بگیم آخه مملکت ما آزاد شد، مثل همین ایالات متحده آمریکا بتونیم قشنگ سفر کنیم، دیگه جلو شما رو نگیرن بگن آقا پشت ماشین صندوق عقب بزن بالا، این خانم کیه بغلت نشسته، بعد شناسه بده این خواهر منه، این آقا نامزد منه. آخه یکی دوتا نیست، اینا مشکلات هست، اینا معضلاتی است که آقای زیا وجود داره، ما کم کم داریم فراموش میکنیم. امیدوارم به این نقطه برسیم و بدونیم که اونایی که کارشون درسته، اونایی که واقعا دلسوزن، خب آقا اونا رو حمایت کنیم. اگر یک تلویزیونی میبینید که حرف شما رو میزنه، کلامش درسته، به قلبتون مراجعه میکنیم، این دلتون به شما میگه آقا کمک کن، همین تلویزیون نایتیبر بنده میگم این بیاین عضو خانواده بشید، چه اشکالی داره؟ مشارکت بکنین، عضو خانواده اینای تیوی بشه 10,000 نفر، بشه 20,000 نفر، بشه 100,000 نفر، اون وقت ببینین تلویزیون اینای تیوی دوباره برمیگرده به اون روز اوجش که همه شما براش دست میزدید، که درود میفرستادید، که یک شبکه‌ای دارید که متعلق به ملت ایرانه، ندای مردم ایران انعکاس میده، دردهای جامعه ایران بازگو میکنه، نیومده برای شما رقص بذاره. آخه ما در یک شرایط رقص خیلی خوبه، شادی خیلی خوبه، ولی ما ابتدا باید محیط رو آماده اون شادی کنیم. شما نگاه بکنید ببین آیا در ایرانی با این وضعی که شما اشاره کردید، این بچه های جوانی که از ایران در میرن 24 ساله 25 ساله اینا بچه هایی هستن که تو این انقلاب متولد شدن. آقا این حجج اسلام، شما مگه نمیگفتید ما به من و آقای زیا کار نداریم، اینا بذار برن. خب این نسل در زمان شما متولد شدن، الان میگن آقا ما نمیخوام این قوانینو، این گناه جرم، زندانیشون کنیم فرار. خب چرا در میرن؟ چرا خودشونو با آب و آتیش میزنن؟ برای اینکه فضا قابل تحمل نیست، همم که نمیتونن از مملکت برن بیرون، وضعیت اقتصادی اجازه نمیده. میخوام بگم این مشکلات رو دوستان ما در نظر نمیگیرن، دست میزنن که بله آقای حسن روحانی اومده. خیلی خب آقای حسن روحانی اومده، وزیر دادگستریش یک جنایتکار به تمام معنی. آخه این چه رئیس جمهور اعتدالگراست که این پور محمدی که همه میدونن، دنیا میدونه که آقا در اون قتل‌ها ایشون یکی از اون 3 نفر بوده که دستور خمینی رو اجرا کرده و بعد بقیه‌شون هم همینجوریان، یا اون یکی چون دوست آقای لاریجانیه، آقای فضلی، ایشون حتما باید وزیر بشه. اون وقت هم میگن آقا بله اعتدال، خب معلومه بریتانیا باید در باز کنه، نامه بنویسه با آقای حسن روحانی، اینا رو خودتون کنار هم قرار بدید، دستگیرتون میشه. ببخشید زیاده زبی کردم، خواهش میکنم. آخه شما هیچ وقت هم صحبت نمیکنید، و برای همین هم است که واقعا من برای اینکه بیرو درواسی به تو گم، من دیگه قدرت سابق اون ندارم، هم اداره کردن تلویزیون است و واقعا اگر این بچه هایی که در اینجا تعدادشون هم زیاد نیست ولی با جون دل دارن کار میکنن نبودن اصلا مثل تلویزیون های دیگه باشه اینجا نابود میشد. ولی خوشبختانه من گروهی رو دارم که واقعا مثل من عاشق ایرانن، بچهای ایرانی هستن که ایران رو دوست دارن و براشون هیچ چی مهم نیست. بذارید من قبل از اینکه یه موزیک قشنگ رو براتون پخش کنیم، ویدیو قشنگ رو که بابک انتخاب کرده و خودش هم روش تصویر گذاشته، هنوز ویدیو نشده، من یه دونه میخوام در بعضی روزها از فیسبوک اون چیزایی که برای من نوشتید همه چیزها رو براتون و بعد اون چیزهای پیغاما رو بگیرم و بهتون میگم. واقعا 5,000 نفر رو یا اگر 1,000 نفر برای آدم نامه می‌نویسن یا تکس می‌فرستن در قدرت من نیست جواب بدم و آرزوم این بود که من اونقدر قدرت داشتم که یه نفر مورد اطمینان داشتم که منو میدونست چطور فکر میکنم، عین من جوابو میداد. در حال بذارید یه دونه از دختر، یکی از دخترای ایران رو برای من که جزء انای تی وی هست و یاران انای تی وی هست من براتون بگم. شهناز اسم کوچیکش رو میگم.
نوشته برای من I am very proud of you and your love to Iran. I'm Iranian that never seen Iran more my parents did. Nor my parents did. یعنی پدر و مادرش هم تا حتی نیدن. My grandparents came from Iran and lived in Israel till moved to America. میگه پدر بزرگ یا مادر بزرگم در اسرائیل زندگی میکردن. آرزوشون بود به ایران میرن و در اسرائیل زندگی کردن تا برن به آمریکا. We are Baha'i. ما بهایی هستیم. And you know, I can't go to see my loved country. من تا حتی نمیتونم میدونی که من نمیتونم برم به کشورم برای اینکه بهایی هستم کشوری که اینقدر عاشقشم ببینم. I hope and my final wish is to see the free and be able to go and open my final is دو مرتبه بخونم من وقتی احساساتی میشم مثلا چشمام دیگه اشک جوش میشه نمیبینم. Hope and my final wish is to see Iran free and be able to go and live in Iran. آرزوی من اینه که ایران را آزاد ببینم و برم در اونجا زندگی کنم. I can speak Farsi. من میتونم فارسی صحبت کنم. Somehow and can manage reading a little. فقط کم میتونه بخونه. I have a great admiration and respect to you. Shahnaz جون. I don't know that you speak Farsi or not, but that you said you speak. Shahnaz جون, I love you. من دوست دارم. دخترم عشقی که همه ما داریم با هر دینی به ایران و در هر جا زندگی کنیم چه در اسرائیل چه در آفریقا چه در خود ایران این عشق باید نفرت رو از میون ببره. بغیر من جنگی که در ایران هست جنگی بین عشق و نفرته بین شیطان و فرشته هاست. معلوم است که شیطان قدرتش بیشتره و از کشتار و از شکنجه و از فاجعه اصلا هیچ وحشتی نداره ولی همیشه ثابت شده که فرشته ها و عشق ها و محبت ها همیشه میبرن. مطمئن باش تو جوانی خواهی دید ممکن من امثال من نبید ولی ایران آزاد میشه. ایران رو باید هممون این مسئله ای که در ایران چی دینش چیه خداشو چطور میخواد و ایران تا زمانی که همه ایرانی ها به همه احترام نذارن آزادی نداشته باشن ایران ایرانی که ما میخواییم نیست. بنابراین اگر تا حتی لیدرهایی که میخوان ایران رو آزاد کنن چون خودشون دینشون مثلا اسلامی یا عیسوی یا بهایی بخوان طرفداری از اون دین بکنن اون لیدر هم به درد ما نمیخوره. لیدری باید بیاد که بگه مردم آزادن خداشون رو انتخاب کنن دینشون انتخاب کنن همه آزادن با دلیل راجب دینشون صحبت کنن و تبلیغ کنن. اما نباید هیچ لیدری هیچ دولتی از یک گروه خاصی حمایت کنه و قوانین اون دین رو بذاره اونجا. امیدوارم این کار رو شماها جوانا اونقدر مقاومت کنید که بشه. اسرائیل هم باید بدونه که اون هم در این سقوط حکومت سابق دست داشته کوتاهی کرده و الان خودش داره جزاشو پس میده. بنابراین اسرائیل هم باید بدونه در دنیایی باید زندگی کنیم همه که همه با هم با صلح آرزو باشیم و به کنار هم باشیم. فلسطینی ها گرفتاری دارن بین اونها هم افرادی هست که نمیذارن زندگی کنن ولی ببینید چطور میشه شما نمیتونید مردم اسرائیل و فلسطین کنار هم هست استارین زندگی میکنید شما نمیتونید تا ابد نسلاتونو با نفرت بزرگ کنید از هم دیگه. بنشینید و ببینید به یک جایی برسید که بتونید با آرامی با همین دلیلی اونها شیعن مسلمونن سنین هرچی هستن شما یهودی هستید با هم کنار هم زندگی کنید بدونی که بدین هم کار داشته باشید. امیدوارم اینطور بشه. با یه آهنگ از همتون بذارید خداحافظی کنم اگه موافق باشید. هفته آینده من خواهش کردم بازم توضیح میدم آقای توفیقی زحمت خواهن کشید و دوشنبه سه شنبه که من نمیتونم برنامه داشته باشم کمک میکنن و برنامه رو خواهند گذاشت و امیدوارم که من فرصتی بشه همه چیزا درست بشه. بعضی ها زنگ میزنن میگن که از ایران از اروپا مخصوصا که چرا شما به
در اروپا پخش نمیشید. عزیزان من گفتم بعد چند دفعه ولی گوش کسی نمی کنی که ببینید مشکل آرزوی من و انای تیوی این است که انای تیوی روی شونه گروه خاصی نباشه و راهش هم بسیار مشکل نیست. مشکل من فکر نمی کنم اصلا راهی باشه که نشه اجراش کرد، ولی هر کسی باید یه مسئولیت کوچکی قبول کنه. شما فرض کنید در همین پتا فیسبوک من، حالا بگذاریم از مثلا سایت های دیگه ای که ما داریم، از 14,000 نفر هست تا 5,000 نفری که بیشتر من نفتیم تو فیسبوک، ولی همین 5,000 نفر دوستای من رو نگاه کنید با افکار مختلف، اینها اگر افرادی هستن که واقعا نمیتونن، تو کمپ ها هستن، ولی اگر تو حتی از این 5,000 نفر 4,000 نفرشون بدون در ماه $10 میده، $10 یعنی پول ساندویچ به انای تیوی میده، اگه باور داره، اگه باور به تلویزیون دیگه بداره به اون کمک کنه، اگه به هر چی $10 چیزی نیست که تأثیری در زندگیتون میکنه، ولی 4,000 تا $10 پول ایرتایم اروپاتونه میاره. چون من نمیخوام 1 مگابایت برم، الان 2.5 مگابایت فیکس ما داریم میدیم، پول زیادی هم میدیم، ولی من میخوام انای تیوی اگرم تا لحظه آخرش، روز آخرش امروز باشه، روز آخرش با بهترین هایی که میتونه، اقلا تصویرش خوب باشه، کلاس کارا خوب باشه، افرادی که توش میشن و میان حرف میزنن وطن پرست باشن، این چیزیش که ما میخوایم و آرزو میکنم. امتحان کنید، امتحان برای 6 ماه امتحان کنید و ببینید میشه و آیا خیلی سنگینه براتون. بگذارید اون وقت ببینید آیا ما نمیتونیم یک کاری کنیم. شمایی که این همش در اروپا و ایران میگید آقا چرا نیستی چرا نیستی، آقا قربونتون برم، ما 3 ماه اومدیم سو 3 تا ستلایت، 25,000 دلار از همه کارامون عقب افتادیم، برای که تا چه آدم میتونه حالا هر بعدم همین میگم یه مگابایت بزن. خب آخه واسه چی وقتی به ایران برسه دیگه اصلا دیده نمیشه، تو اروپاش هم اصلا تا هوا یه طوری بشه اصلا کسی نمیبینه چی هست و چی نیست. روی نست لطف کنید و راجع به این مسئله فکر کنید. همه شما رو به خدا میسپاریم با آقای توفیقی و آرزو میکنیم که ویکند خوبی داشته باشید و آرزو میکنیم که تا حتی در آمریکا هم ما ایرانی ها که قدرت زیادی میتونیم باشیم بیایم جمع بشیم به خودمون، هممون بیایم با هر فکری هستیم کنار هم جمع بشیم و یک صدا برای ملت ایران در اینجا باشیم، نه تو سر هم بزنیم. اون وقت دیگه کسی هم نمیتونه قاچاقی از بین ما بیاد و نماینده جمهوری اسلامی و خودشو نماینده ما بدونه. منظور منو میفهمی چیه؟ خیلی ممنونم. درود بر شما. دنیا کنارم، هر یه گوشه از دیارم، واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم نامه دارم، واسه هر جعبه پستی تو دیارم، نامه دارم نامه دارم. جوهر اشکام دواته، رد پاش رو نامه هاته، کشور خوب و قشنگم، دل من همش باهاته، هنوزم دل دیوونه عاشق حالا هواته، ذره ذره وجودم تو پاکت نامه هاته. واسه یه دنیا کنارم، هر یه گوشه از دیارم، واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم نامه دارم، واسه هر جعبه پستی تو دیارم، نامه
ندارم نامه دارم. نوشتم خواهر برادر مادر از فرشته سرتر، خوش به حالتون که موندین، امن جاتون توی کشور. فرستادم نامه هامو زیر چتر آسمونم، تمر پاکت های نامه بوسه های عاشقونم. واسه یه دنیا کنارم، هر یه گوشه از دیارم، واسه یه دنی با آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم نامه دارم. واسه هر جعبه یه پستی تو دیارم، نامه دارم نامه دارم.